حمایت از پلیس آزاد در استان درعا، عقب نشینی نیروهای روسی از سوریه. العودة الى الشان السوري حيث اكدت العديد من الفعاليات المدنيه والثوريه. بسیاری از نهادها و مؤسسات انقلابی در جنوب سوریه بر نقش پلیس آزاد در جامعه تاکید کرده و توجهات را به حمایت از این ارگان امنیتی برای موفقیت در حفظ امنیت و ثبات منطقه جلب کردند. گزارشی از تلویزیون اورینت نیوز. بعد تحرير المدن والقرى في محافظة درعا والمنطقة بعد از آزادسازی شهرها و روستاهای استان درعا در مناطق جنوب سوریه، اهالی این روستاها مراکز پلیس را در روستاها و شهرها تأسیس کردند. بعد از آن نهادهای عدالت اجتماعی به حمایت این مراکز پرداختند. این مراکز تمامی مشکلات و مسائلی که روزانه اتفاق می‌افتد را حل و فصل می‌کنند. علاوه بر این از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدنی در این منطقه حفاظت می‌کنند. تشکلت المجالس الاستشاریه للشرطه الحره. برای تأسیس پلیس آزاد شوراهای مشورتی تشکیل شد. این شوراها پروژه عدالت و امنیت اجتماعی را در 2 سال اخیر دنبال کردند. این شوراها از نهادهای مدنی تشکیل شدند و حلقه وصل میان جامعه و مؤسسات و سازمانهای مدنی با دستگاه‌های پلیس محسوب می‌شوند. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر القوات الروسية بالانسحاب. خبرگزاری تاس روسیه نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیروهای روسی فرمان داد تا بخشی از آنها از سوریه عقب نشینی کنند. پوتین تاکید کرد که پایگاه هوایی حمیمیم و پایگاه دریایی ترتوس حفظ خواهند شد. این موضع در زمان دیدار غافلگیرانه رئیس جمهور روسیه به همراه وزیر دفاع او از پایگاه روسی حمیمیم اعلام شد. پوتین در جریان این دیدار با بشار اسد نیز ملاقات کرد. و معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي جنرال اسد الزوبی، تحلیلگر نظامی و استراتژیک سوریه، در پاسخ به این سوال اسکای نیوز که سوال کرد دیدار پوتین از سوریه را چگونه ارزیابی می‌کند، پاسخ داد: لا كثير من الدلالات و توجه كثير من الرسائل. اهم هذه الدلالات ان بوتين يتعرض لضغوط داخليه. این دیدار دلایل زیادی دارد. پیام‌های زیادی را هم می‌رساند. یکی از دلایل مهم این سفر این است که پوتین در داخل روسیه در معرض فشارهای داخلی است، لذا این دیدار کوتاه را انجام داد که پاسخی به طرفدارانش در روسیه باشد، به خصوص اینکه او قصد دارد که در انتخابات آینده نیز شرکت کند. به آنها میگوید که نیروهایمان در امنیت هستند و از این بابت نگرانی وجود ندارد. با وجود این او تاکید کرد که بخشی از نیروهایش را از سوریه بیرون میکشد. دلیل مهمتر دیگر این است که به بشار اسد گفته در دمشق امنیت نداری، بلکه امنیت در جایی است که نیروهای روسی باشند. در حمیمیم یا در هر مکان دیگری که حضور داشته باشد و اگر نیروهای روسی عقب بکشند، هیچ گونه امنیتی نخواهی داشت. پوتین می‌خواست پیام‌های دیگری را هم با این دیدار بدهد. یکی پیام به جهان مبنی بر اینکه روسیه را که به پرونده سوریه مکلف کرده اید، توانسته امنیت و آرامش را از نظر پوتین توان محقق کند. بزرگترین دلیل آن هم آمدن پوتین به سوریه است و او در این کشور احساس امنیت می کند و این نیروهای روسی هستند که در این منطقه امنیت را برقرار کردند. پیام دوم این سفر هم این است که می خواهد به همه بگوید، چه به بشار اسد و چه به اپوزیسیون، می خواهد به آنها بگوید در صورت باقی ماندن در قدرت، چه اپوزیسیون قدرت را در دست بگیرد و چه بشار اسد، پایگاه حمیمیم و پایگاه ترتوس بخشی از خاک روسیه محسوب می شوند. در نتیجه توافقنامه‌ای که با رژیم اسد به امضا رسیده اجرایی شده است. چه این رژیم و چه هر رژیم دیگری سر کار باشد باید این را بپذیرند. پیام او به همه جهان هم این است که روسیه جایش اینجاست و کسی نمی تواند این مکان را تغییر دهد. پیام دیگر او به آمریکاست. می‌خواهد بگوید که آمریکا در سوریه به طور غیرقانونی حضور دارد، در حالی که حضور روسیه قانونی است و دلیل آن هم این است که پوتین توانسته از نیروهایش در سوریه بازدید کند.
بنابراین آیا ترامپ می تواند از نیروهایش در سوریه دیدن کند؟ این پیام به آمریکاست که شما در سوریه غیرقانونی هستید. الان نزدیک به 6 ماه است که رهبران روسیه می گویند که حضور آمریکا در سوریه غیرقانونی است. همچنین او به رژیم ایران هم می خواهد این پیام را بدهد و نقش آنها در سوریه را کم رنگ کند. موجود غیر شرعی و هذه التصريحات سمعناها في فترات متلاحقه يعني منذ اكثر من 6 شهور والقياده الروسيه يعني تنغم بمعنى ان التواجد الامريكي غير شرعي. ايضا رساله لايران لتحجيم الدور الايراني. نعم. طيب سيد أسعد، يعني أنت ذكرت أن موضوع الانسحاب، انسحاب القوات الروسية الجزئي، هو يأتي من نتيجة سكاي نيوز. شما گفتید عقب نشینی جزئی نیروهای روسی به علت فشارهای داخلی است، اما بعضی آن را تبلیغاتی ارزیابی می‌کنند. آیا اینها برای به اصطلاح پیروزی‌های روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه و ربطی به باقی ماندن یکانهای نظامی روسی در سوریه ندارد؟ يعني الجميع يعلم ان الاعلام الروسي او الدعايه الروسيه او الكذب الروسي هو كبير جدا. همه میدانند که تبلیغات و دروغ‌های روس‌ها بسیار بزرگ است. آنها مردم و افکار عمومی در روسیه را آنطور که می‌خواهند به حرکت در می‌آورند. همه میدانند روسیه چیزی در سوریه به دست نیاورده، بلکه خسارات زیادی هم دیده است. حتی تلاشی که برای رفتن به ژنو می‌کند به دلیل خساراتی است که در سوریه دیده است. مردم روسیه نمی‌دانند که نزدیک به 600 تا 800 نیروی روسی در سوریه کشته شدند. مردم روسیه فکر می‌کنند آنچه که در رسانه‌های روسی آمده درست بوده و تنها 10 سرباز روسی کشته شده است. اما واقعیت این است که بیش از 830 نفر کشته در سوریه داشتند. واقعیت دیگر این است که پوتین می‌خواهد برای انتخابات آینده حمایت کسب کند. اما همه می‌دانند داعشی که پوتین 2 ماه است درباره آن صحبت می‌کند و می‌گوید که تمام شده، اکنون همین داعش در مناطق حما و در منطقه جنوب دمشق گسترش یافته و به سوی سینا رفته. در نتیجه این حرف که تمام شده نادرست است. اما مسئله عقب نشینی نیروهای روسی برای 3 بار یا 4 بار است که پوتین در مورد آن صحبت می کند و این هم نادرست است. اولین باری که در ژنو بودیم در ژانویه 2016 پوتین از عقب کشیدن نیروی هواییش از سوریه صحبت کرد. در واقع او 4 فروند هواپیمای سوخوی 34 را خارج کرد، زیرا نیاز به تعمیرات داشتند و به جای آنها نزدیک به 70 هواپیمای بمب‌افکن وارد کرد. همین 70 هواپیما هم نیاز نبود بیاورد، چون بمب‌افکن‌های روسی می توانستند از روسیه پرواز کنند و هدفهایشان در سوریه را بمباران کنند. لذا مسئله عقب نشینی نیروها درست نیست و ما روی این موضوع زیاد حساب نمی کنیم. من تأکید می کنم که عقب نشینی جزئی و عقب نشینی کامل نیروهای روسی فقط تبلیغات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور است. خصوصا ان هذه زياره تتزامن مع مفاوضات ژنو 8 وهذا المد والجذر اذا استطعنا القول بموضوع دیدار پوتین با مذاکرات ژنو 8 همزمان بود. در مذاکرات ژنو هم اگر ریشه ای بحث شود موضوع آینده بشار اسد در میان است. آیا دیدار پوتین پیامی از طرف روسیه مبنی بر مشروع بودن رئیس جمهور سوریه نیست؟ على العكس تماما، يعني انا اكد لك تماما ان الرساله الاولى كانت انه لا شرعيه لبشار ودليل اهانته. برعکس، من تاکید کردم که پیام اول به معنای این است که بشار اسد هیچ مشروعیتی ندارد. دلیل آن هم این اهانت است که یک بار دیگر او را به پایگاه حمیمی احضار کرده است. این پیام را هم به طور خاص به بشار اسد داده که در دمشق امنیت نداری و هیچ امنیتی در صورت عدم حضور نیروهای روسی نداری. اگر بدون حضور نیروهای روسیه امنیت ندارد، در نتیجه آنطور که می‌خواهد به بشار اسد فشار می‌آورد، چه برای مذاکرات یا برای راه حل‌های دیگر. اما توهین به او و تجاوز از حاکمیتی که درباره آن صحبت می‌کند، احضارش به پایگاه حمیمی و استقبال پوتین از او در پایگاه حمیمی بود. ابتدا پوتین به آنجا رسید، بعد بشار اسد به این پایگاه رفت. به عبارت دیگر پوتین به فرودگاهی رفته که خاک سوریه محسوب نمی شود. این معنای واقعی پیام اوست. در نتیجه پیامش برای بشار اسد بسیار روشن بود که تو امنیت نداری و در رهبری نیستی، لذا باید فشارهای روسیه یا راه حل روسیه را در هر مسئله ای یا در راه حل های آینده بپذیری. تقرأ ما يجري في العالم يجب عليك ان تقبل الضغوط الروسيه او الحل الروسي في اي قضيه او في الحلول القادمه ان كان هناك طرحا قديما.